میگه الله اومد ان اول ظالمه، خب اولین ظلم رو ابلیس کرد، بعدش قابیله، بعد بیر جلو تا برسه به نمرود و قارون و فرعون و ابو سفیان و بیار جلو تا به عمر سعد و بیا قبلش به خلفای فاسقین و فکر نکنید ظالم فقط اون حسن میشه به چهار تا ابو سفیان و بیار جلو تا به عمر سعد و بیا قبلش به خلفای فاسقین و فکر نکنید ظالم فقط اون حسن میشه به چهار تا یانو بیا جلو تا به عمر سعد و بیا قبلش به خلفای فاسقین و فکر نکنید ظالم فقط اون حسن میشه به چهار تا. بیننده گرامی، این آخوند نیز همچون دیگر آخوندهای صفوی به همان عادت دیرینه و همیشگی بزرگان شیعه صفوی همچون کلینی و مجلسی و جزایری و غیره روی آورده و به بزرگان و ائمه اهل سنت که سواد اعظم مسلمین می باشند توهین نموده و ناسزا می گوید، حالان که الله متعال در وصف آنها بیش از 50 آیه نازل نموده است. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد فرستاده الله است و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی، فضل و خوشنودی الله را می‌جویند. نشانه درستکاری آنان از اثر سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات است و وصفشان در انجیل مانند نهالی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و زخیم شده و بر ساقه هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت زده می سازد تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد. الله به اینها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند نوید آمرزش و پاداش بزرگی می دهد. اما در مقابل به مجرد این که از اعمال شرکامیز آنها که مخالف با روح قرآن و توحید می باشد و الله متعال بیش از 120 آیه در این زمینه نازل نموده سخن گفتیم، ما را متهم می کنند که به مقدسات اهل تشیع توهین می کنید، حالان که ما کمک خواستن از مرده و قبر را که الله متعال آن را شرک می داند نکوهش می نمید. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بگو کسانی را که جز الله معبود خیش پنداشته اید بخوانید، آنها نمی توانند آسیب و مشکل شما را برطرف نمایند یا تغییری ایجاد کنند.
کسانی که مشرکان آنها را می‌خوانند و وسیله قرار می‌دهند، خود جویای تقرب و وسیله و نزدیکی به پروردگارشان هستند تا کدامینشان نزدیکتر باشد و به رحمتش امیدوارند و از عذابش می‌ترسند. به راستی عذاب پروردگارت در خور پرهیز است.